السلام دوستای عزیز، خلاق نکه جور باشین، سرحال باشین و هر جای دنیا که هستین خوش باشین. ما میفهم که بسیار دیش را که ما به شما ویدیو نو به فارسی پر نکدیم. اگم امروز گفتم ادمن ما شما باید یک جای فارسی صحبت کنیم و آرایش را یک جای جور میکنیم. پیش از که آرایش شروع کردن یک جای شروع کنیم، میخواستم به همگی سال نو تبریکی بگم. قرار کنه این سال از پر از خوشی و جانجوری باشد، چون که من میفهم سال 2021 یک سال بود که بسیار سخت و درد به کل ما بود. و یک خواهش خرد از شما دارم دوستای عزیز، اگه وقت بیافین و ویدیو ما اگه خوش داشته باشین، حتما در چینل یوتیوب ما سبسکرایب کنین، چون که ما با شما افده دارو فرمتونی میکنم و از طریق اینستاگرام شما میتونین مرا حتما فالو کنین. خب بریم آرایش شروع کنیم. همیشه وره روچشتا شروع میکنم. ببینیم، یک پمپ میکپ میگیرم، در پشت دسکوت اول میزنم، بس یک بیوتی بلندر میگیرم. بیوتی بلندر یک اسفنج ورس، ای اسفنج دوست عزیز مهم است که کت او شیگر مک مک تر کنین، چون که ما هیچ وقت نمیخوایم اسفنج خشک بگیریم میکپ تیت کنیم، میکپ بسی تیت نمیشه. ببینین که ما همیشه پیشانی خدا و مهمترین چیز گردنم میکپ تیت کنین، چون که ما نمیخوایم گردن وروی دورنگ باشه. نوبت کانسیلر. کانسیلر چی هسته؟ یک میکپ است که مخصوص به زیرای چشم و لکه جور شده. ببینید که ما کانسیلر میگیرم، زیر چشم خود زدم، بغلای بینیم، سر بینیم یک حد جور کردم. باز که دست نوک انگشتر میگیرم، آستاستا این میکپ را تیت کرم میرم، چون که نوک دستم که من گرمتر هستم. باز دوباره امو سفنج پیش را کار گرفتم، میگیرم کانسیلر سعی بلند و تیت نکنم. دوستا عزیز، مقبولی میکپ چی هست؟ چون که میکپ واقعا رسامی ورس، رسامی وره ما انال کانتور میکنیم. کانتور چی هست؟ کانتور مثل عملیات ورس، ما میخوام روی خود کمک لاغل تر بسازیم. ببینین که ما کت میکپ رنگ چکولات وره از جلد روی ما تاری تر باشه، یک نمره سه جور کردم، یک خط زیر کوما، یک خط زیر پیشانی و یکان خط در زناق. خانما از شما یک خواهش دارم که این کار عجله نکنین، وقتایی نکنین، چون که کانتور از رنگ جلد ما تاریک تر است، باید این رنگ سعی تیت شوه و بلند شوه. اگر زیر کامورا باشین یا اگر میخواین عکس بگیرین، این رنگ باز ملون میشه، بطر از مو بدکه و آستاستا این میکپ سعی تیت کنین. و گردنم و ریو. من میفهم دوستای عزیز که این گپ دوباره و چندیر بار در ویدیو میگم، چون بسیار مهم است. گردن گردن و ریو باید همیشه یک رنگ باشه. بیکینگ پاودر. این تخنیک من بسیار دوست دارم، because it's almost as if you're photoshopping your face. فقط ما روی خدا که فوتوشاپ کنیم. این پودر بسیار دوست دارم. ببینین که ما از یک نوک چشم تا نوک ابرا یک خط جور کردم، باز از نوک لب تا نوک گوش یک خط کدی پودر جور میکنم. باز دوست عزیز این پودر میمانیم برای ما بیشینه با یک پایین دکه، چون که جلد ما این پودر خوب سعی کش میکنم. نوبت سایه چشم. یک رنگ سفید یا کریمی را میگیرم و نال میخوایم چشمای ما کمک اوشن تر بسازم، ابرای ما کمک بلند تر بسازم و ببینین که مخصوص در نوک چشمی را زدم. نوبت بلندینگ براش. یک رنگ نسواری را میگیرم، سبک باشه و مثل سایه افتاوره میخوایم جور کنم. خب پندکی ما که پوره شد، اناله که یک برس پاک میگیرم و ای بیکینگ پاودر آستاستا باقی منده شد تیپ میکرم. ببینید دوستای عزیز، ای پودر واقعا روی یکمک تغییرات دارد. ما از مارک هر بیوری کار میگیرم و رنگ ما بنانا پودینگ است، بنانا برد. خانما دوباره میگم، I know I may be repeating myself, but کار مهم همیشه در آرایش چی که سایه چشم باشه، چی که میکپ روی باشه، بلند بلند بلند، ما همیشه باید رنگار خوب سعی به دقت تیت کنیم.
اینال یک رنگ خفیف پسته‌ای و سبز میگیرم، مخصوص در آیلت در خود مایمن چشم میزنم. دوست عزیز، خلاق نکه خسته نشده باشین، آرای شما آستاستا به خلاصی رسید. اینال لبت ربا، شما این کار ضرورت نیست که بکنین. اگر من دوست دارم به این آرایش مخصوص رنگای ما اول خط پنسل بگیرم و اوتلاین کنم. I love to use a lip liner for really more of a lip fuller effect, if that makes sense. اگر دوست داشته باشین که ابرویتون کمک کار کنین، کار مهم است اول که فشار دست سبک خفیف باشه و رنگ سایچشون که کار میگیرین مثل رنگ مویتون واره باشه، چون که ما نمیخواییم ابرای ما سختگی معلوم شوه یا معلوم شوه که ما کارتوش رسامی کردیم، باید همیشه نچرل و سبک ساده معلوم شوه. Rimmel, who doesn't like a nice voluminous lashes? At least I like a full dramatic effect. اگر دوست داشته باشین شما میتونین من مجاز سختگی هم بزنین، ضرورت نیست. باز نال ما یک برانزر میگیرم، یک سرخی رو میگیرم، کمک دوباره اداری خود میزنم در کمای خود. باز اگر دوست داشته باشین ما وره هایلایتر رو میگیرین و مخصوص در نوک بینیتون میزنین یک توک مواره. دوستو عزیز، یک دنیا تشکر که شما برنامه رو دیدین، پروگرام رو دیدین. من بسیار خوش میشم لایک کنین، کامنت کنین و در چینل سبسکرایب کنین. خب وقت رو نمیگیرم، تا پروگرام آینده خدافظ.